در نهج البلاغه خطبه‌ای وجود داره، این خطبه رو میخونیم، نگاه میکنیم که مکارم شیرازی چه میگه، بعد اسنادی هم هست، منابع تاریخی میاریم، خیلی نکات جالبی است. در خطبه 77 نهج البلاغه است. پاورقی این خطبه اینه: این سخن را بسیاری از مبرخان و راویان اخبار نقل کردند. یعنی یک خبر شاذ نیست، یک خبر نادر نیست. مکارم شیرازی داره اشاره میکنه این خبر مورد وثوق و اجماع مورخانه. در شرح خطبه آقای ناصر مکارم شیرازی در اینطوری میگه: پیام کتاب پیام امیرالمومنین شرح نهج البلاغه جلد سوم. سعید ابن عاص والی کوفه بود. او هدایایی تهیه کرده و به مدینه فرستاد و به حامل آنها حارث ابن حبیش سفارش کرد این پیام را به امام علیه السلام برساند که من، یعنی سعید ابن عاص، برای هیچ کس جز عثمان بیش از آنچه برای شما فرستادم نفرستادم. در واقع میخواست منتی بر امام بگذارد، چون میدونید والی کوفه کسی بود که به سرحدات ایران وقتی حمله میشد اموال میرفت در کوفه، والی کوفه رو میفرستاد مدینه. سعید ابن عاص میفرسته با اموال رو به مدینه، میگه علی اموالی که برای تو فرستادم از همه بیشتره، به غیر از عثمان، این نفر دوم مملکت اسلامی تو هستی از نظر من که از این غنایم دارم به تو میدم. امام در جواب سخن والا را فرمود، اشاره به این که آنچه او فرستاده است مقدار ناچیزی از حق من است. اصل خطبه را میارید. بنی امیه از میراث محمد، دقت بکنید به تک تک این کلمات، اموال مردم ایران رو گرفتن در کوفه فرستادن در مدینه. علی معترضه که چرا به من کم میدید از این اموال غارتی. اصل خطبه است، خطبه 77. بنی امیه از میراث محمد جز مقدار کمی در اختیار من نمیگذارند، به اندازه یک بار دوشیدن شیر شتر. به خدا سوگند اگر زنده بمانم آنها را از صحنه حکومت اسلامی بیرون خواهم ریخت، همان گونه که قصاب اعضای درون شکم حیوان را که به روی زمین میافتد از خاک پاک میکند. میکنم در شرح خطبه اینجوری میگه: تمام شکوفایی های اقتصادی کشور اسلام، منظورش همین غنیمت هاست، اینو شکوفایی اقتصادی میدونن، به برکت آیین پیامبر اکرم صورت گرفت. یعنی همون ایدئولوژی که ما اشاره کردیم، محتواش با امپریالیسم هیچ تفاوتی نمیکنه. اینا معتقدن امپریالیستا میرن مثلا هندوستان رو میگیرن برای اینکه مردم بیچاره اونجا رو به بردگی و کار اجباری بکشونن، طلا و جواهراتشون رو بگیرن، اموالشون رو مصادره کنن، منابع طبیعیشون رو بگیرن، چون اقتصادشون شکوفا بشه، هم بتونن مواد خام تهیه کنن برای خودشون، هم بتونن کالاها رو بفروشن به اون سرزمین ها. مکارم شیرازی، همین آیت اللهی که آیت الله العظماست در حوزه علمی قم، میگه تمام شکوفایی اقتصاد اسلامی به برکت آیین محمده. یعنی همین آیینی که قتل و غارت و تجاوز هست، اموال مردم ایران رو میگیریم میفرستیم. و حاصل خدمات آن حضرت بود، بنابراین همه آنها میراث محمد صلی الله محسوب میشود. یعنی مکارم داره میگه که وقتی علی اعتراض میکنه به این مسئله، حق داره، چون همه این اموالی که گرفته میشه میراث محمده و باید به وصی او و به خانواده او، یعنی علی، برسه. بعد این عزیزان میگن علی که سهمی نمیبرد، اصلا علاقه ای نداشت به اون غنایم، این جنگ ها رو قاسبانه میدونست. کجا قاسبانه میدونست ایشون؟ همونقدر که سعید ابن عاص فرستادن تازه میگفت کمه، همش مال منه. بعد این جنگ ها رو قاسبانه میدونست. دیدی چه بر سر ما آوردن شریعتی ها، بازرگان ها، مطهری ها، خدمات متقابل اسلام و ایران، این خدماتشون بوده. بعد ما هم فریب خوردیم، نمیخوندیم، این کتاب ها رو نخوندیم. یه مکارم شیرازی جدیدن اینها رو نوشته، از طبقات ابن سعد هم برای شما میاریم اینا رو. و علی علیه السلام سهم عظیمی نه تنها به خاطر خیشاوندی، بلکه به خاطر جانفشانی هایش در طریق اسلام
در آنها داشت. یعنی میگه علی به دو سبب حق داشته که این اموال تماما به او برسه و اگر گفته که بنی امیه سهم کمی به من میده، در واقع حرفش درسته. خب پیش از مکارم شیرازی، محمد ابن سعد معروف به کاتب واقدی این رو در کتاب طبقات خودش آورده. سر اینها رو بخونی. یکی از کسان دیگری که مثل سعید ابن عاص اموالی میفرستاد برای مردم مدینه، عبدالله ابن عامر ابن کریزه، یک پسر جوان بسیار خونریز که والی بصره بود. در واقع در اون زمان دو پایگاه جهادگران اسلامی در منطقه ایران داشتن، یکی در کوفه دیگری در بصره. از طریق بصره به سیستان و جاهای دیگه هم نمی‌کردن، از طریق کوفه به آذربایجان و مناطق شمالی. اینا اموالی که می‌گرفتن می‌فرستادن به مدینه. حالا دقت کنید، عبدالله ابن عامر ابن کریز هم مثل سعید ابن عاص می‌فرسته. این دو سند رو بخونید. و چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد. و چون آن را حضور علی آوردند، فرمود خدا را شکر که می‌بینم میراث محمد را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. میراث محمد غنایم، یکی دیگه داره می‌خوره، به من کم میدی. چون این سخن به اطلاع عثمان رسید، به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید، آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بسیار بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن. و او 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکشها و سله های ابن عامر سخن میگفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او سالار جوانمردان قریش است. چرا؟ چون به آقا خیلی داده بود دیگه، حالا راضی شد. انصار هم در این باره سخن گفتند و اظهار داشتند این آزاد شدگان در فتح مکه چیزی جز دشمنی با ما نمیخواهند. چون این سخن به اطلاع عثمان رسید، ابن عامر را احضار کرد و به او گفت ای و عبدالرحمن، آبروی خود را حفظ کن و با انصار مدارا کن، یعنی به انصار هم چیزی بده که بر زبان ایشان سخنانی رفته است که میدانی. ابن عامر برای آنها هم پول و جامه فرستاد و آنان هم او را ستودند. عثمان به او گفت بر سر کار خیش بازگرد. او برگشت و مردم همواره میگفتند ابن عامر چه کرد و چه گفت. یعنی از فضائلش که این همه به اونها بخشید خوشحال بودند. اون از مال دزدی مردم ایران بود. ابن عامر هم میگفت است هرگاه طریق کسب پاکیزه باشد، هزینه کردن آن هم بیشتر و بهتر است. یعنی اینا مال دزدی مردم رو کسب پاکیزه میدیدن. البته خب در ایدئولوژیشون به رسمیت شناخته دیگه. غنیمت وقتی خود خدا در غنایم سهم داره، یعنی چیز پاکیزه ایه. زن مردم، کودک مردم، هر چیزی که از یعنی خود رسول الله ازش بهره میبره، خب چیز پاکیزه ایه دیگه. کسب و کار پاکیزه منظورش ایناست. نه اینکه زحمت بکشید، تجارت بکنید، کشاورزی بکنید، تحصیل علم بکنید، دامداری بکنید. نه، شمشیر دستتون بگیرید به سرزمین های دیگه حمله کنید. این کسب و کار پاکیزه است. دقیق فرمودید چطور در درون ایدئولوژی ها جنایت توجیه میشه، کار حسنه شناخته میشه. ابن عامر میگه وقتی کار یک کسب و کار پاکیزه است، طبیعیه که مردم هم از من تعریف کنن. حالا بیاید بیرون اون ایدئولوژی نگاه بکنید، آیا واقعا این کسب و کار پاکیزه است؟ و چون بصره برای او کوچک بود و یارای تحمل آن را نداشت، به عثمان نامه نوشت و اجازه جهاد خواست. گفت آقا خلیفه دیگه به من اجازه هم بده پیشروی بکنم. و عثمان اجازه داد. ابن عامر به ابن سموره نوشت پیشروی کن و او پیشروی کرد و بست و اطراف آن را گشود و سپس به کابل و زابلستان رفت و آن دو منطقه و تمام نواحی آن را گشود و غنایم را برای ابن عامر فرستاد. ابن عامر همچنین نواحی مختلف خراسان را میگشود. همه مناطق ما بوده دوست، سیستان و خراسان و میگرفتن، غنیمت ها رو میفرستادن. این آقا میرفت در مدینه بزد و بخشش میکرد، بعد میگفت این کسب و کار پاکیزه است. مولا علی هم در اون سهم داشت، فرزندان او هم میگرفت.